Hello and welcome to our class, Lesson Number Page 126, Unit 7, Feynman, the Media, Part of Reading. In this unit, you will learn how to, در این دست یاد خواهیم گرفت, match features of the passage, identify the writer's view, و write first conditional sentences. به طور کلی یکی از بخش‌های مهم این درس اینه که ما متن رو می‌خونیم و ایده کلی اون رو می‌فهمیم. Part 1: How much do you know about the internet? چقدر راجع به اینترنت می‌دونید؟ Number 1: Name two search engines. دو تا موتور جستجوگر رو باید نام ببریم. یکیش می‌تونه گوگل باشه, دیگری بینگ می‌تونه باشه. MSN می‌تونه باشه و یاهو. 2: Name two news websites. دو تا وبسایت خبری رو باید نام ببریم. BBC میتونه باشه, CNN میتونه باشه, یاهو نیوز میتونه باشه. و نمبر 3, name two social media sites. دو تا سایت رسانه‌های اجتماعی رو باید نام ببریم. میتونیم فیسبوک رو بگیم, اینستاگرام رو بگیم, توییتر رو بگیم. و نمبر 4, name a website that has factual information on many topics. باید به یک سایتی رو نام ببریم که اطلاعات واقعی رو در مورد موضوعات زیادی به ما میگه, مثل انسایکلوپیدیا, یا میتونیم ویکی‌پدیا رو نام ببریم. Number 2, what do you use the internet for? اینترنت رو برای چی استفاده میکنید؟ بریم قسمت 3, skim reading. اگه تو ماشه گفتیم دو روش داریم برای خوندن, یکی skim reading و دیگری scan reading. در skim reading ما متن رو میخونیم برای اینکه ایده کلی متن رو بفهمیم, اما در scan reading ما میریم دنبال اطلاعات خاص میگردیم, دنبال specific information هستیم. Number 3, skim read the text in 1 minute. ببینید جو بوده skim read the text in 1 minute, یه دقیقه متن رو میخونید, یعنی باید یه ایده کلی به دست بیارید. What is the purpose of the passage? هدف این متن چیه؟ سه تا هدف ما داده, باید یکشو انتخاب بکنیم. A. To give the advantages and disadvantages of the internet. آیا میخواد در این متن به ما مزایا و معایب اینترنت رو بگه؟ B. To advise people how to become famous on the internet. میخواد به ما توصیه بکنه و بگه که مردم چجوری مشهور میشن در اینترنت. و C. To explain how beginners can start to use the internet. آیا داره شرح میده چجوری تازه کارها میتونن شروع بکنن و از اینترنت استفاده کنن. ببینیم کدوم یکی از این ستا رو در این متن پوشش داده. تیتر ما این است: Become rich and famous through the internet. ثروتمند و مشهور شدن از طریق اینترنت. In the past, to become famous, you needed a talent. در گذشته اگر میخواستید مشهور بشید, شما نیاز داشتید به یک استعداد, مثل singing, playing an instrument, dancing or writing books. باید این استعدادها رو داشته باشید. اگر در گذشته میخواستید مشهور بشید, باید این استعدادها رو میداشتید. Nowadays it is much easier to become famous. اما این روزها خیلی آسان تر شده که شما بتونید مشهور بشید. راه رسیدن به شهرت خیلی آسانه. This is because of the internet. دلیلش هم اینترنت. All you need is a camera. همه اون چیزی که احتیاج دارید یک دوربینه, or webcam, computer, internet connection and a bit of creativity. پس کامپیوتر, وبکم و یک اینترنت و یه مقدار هم خلاقیت داشته باشید میتونید مشهور بشید. First of all, اول همه اونها, you need to decide what you are going to write or speak about. اولین چیزی که لازمه اینه که تصمیم بگیرید راجب چه چیزی میخواید بنویسید یا صحبت کنید. Hair or makeup, comedy, sport, news and current affairs. کدوم یکی از این مقوله, مو, آرایش, کمدی, ورزش, اخبار و یا جریانات و اون مقوله های اجتماعی روز.
Raising money for a charity or something special is like keeping tropical fish. Then choose a sign to post on. وقتی که اومدید اون موضوعتون رو انتخاب کردید، الان میرسیم به زمان این که بیاین و اون سایت مورد نظر رو که میخوایم اون موضوع رو درش قرار بدیم انتخاب کنیم. Some sites are international and some may be particular to one country, such as Weibo in China. بعضی از این سایت ها بین المللی هستن، اما بعضیشون مثل Weibo فقط اختصاص دارن به یک کشور مثل چین. YouTube is a good site to choose if you make your own videos. اگر خودتون ویدیو تولید میکنید، یوتیوب یک سایت خوبیه. It is easy to upload your short films and many people use it. آسونه که فیلم های کوتاهی رو آپلود کنید و افراد زیادی از اون استفاده کنند. If you want to become famous on YouTube, you should make lots of videos and release one every day. اگر میخواید در یوتیوب مشهور بشید، باید فیلم های زیادی رو هر روز منتشر کنید. YouTubers who become popular are often those who present tips, advice, how to guides and opinion on entertainment or stories in the news. یوتیوبر هایی که مشهور میشن اغلب اون افرادی هستن که میان توصیه میکنن به مردم و چگونگی انجام یک کاری رو بیان میکنن. همچنین میان نظراتشون رو راجع به سرگرمی یا در مورد اخبار میگن. If you allow advertisements in your videos, اگر شما اجازه بدید که در ویدیوهای شما آگهی هم باشه, you will make money when people view the adverts. شما از این آگهی ها پول به دست میارید. Facebook is a good platform for those who want to make money. Facebook هم یک پلتفرم خوبیه برای اونایی که میخوان پول به دست بیارن. But not for those who want to be famous. اما نه برای اونایی که میخوان مشهور بشن. To earn money through Facebook, you need a very original and or funny page. اگر بخواید از فیسبوک پول به دست بیارید، باید یک پیج اورجینال خنده‌دار داشته باشید. With interesting photos which can you a few hundred thousand likes. عکسای جالبی بذارید که 100,000 لایک بگیرن. If you achieve fame on Facebook, it probably won't last. و اگر هم در فیسبوک مشهور بشید، زیاد دوام نمیاره. Twitter is a social media site when people can communicate through short messages. Twitter هم یک رسانه اجتماعی که مردم در اونجا میان با پیام گذاشتن ارتباط برقرار میکنن. It works well for those who want to be well known. خیلی خوب برای اونایی که میخوان مشهور بشن. But are not so interested in making money. اما پولی ازش در نمیاد. If you want to become known on Twitter, you will need to post lots of entertaining content. و اگر میخواد مشهور بشید، باید محتوای سرگرم کننده زیادی رو در اون قرار بدید. Instagram is a site where people mainly put up photos and videos. Instagram یک سایتیه که در اونجا مردم به طور عمده عکس ها و ویدیوها رو بارگذاری میکنه. It is a site which can make you well known. سایتی که میتونه شما رو مشهور کنه. Particularly مخصوصا if you want to become famous photographer. اگر شما میخواید که یک عکاس مشهوری بشید. ادامه مد در صفحه 127. Creating your own blog is possibly the best way to become internet famous and make money. پس برای اینکه شما مشهور بشید و پول به دست بیارید، باید بلاگ خودتون رو ایجاد بکنید و از طریق اون through advertising بیاید تبلیغات کنید. Especially once you have become known on one of the sites above. You need to be aware of the topics and issues that are trending
that are popular right now and post about those ideas. Learn to create wines, a series of short extracts from videos put together in a creative way, and become an expert on photo editing. With these few easily learned skills and some imagination, you can achieve the fame you've always dreamed of, online at least. پس برمیگردیم به صفحه 126 و سوالمون رو پاسخ میدیم. سوال ما اینه: What is the purpose of the passage? هدف این متن چی بود؟ A. To give the advantages and disadvantages of the internet. آیا می‌خواست مزایا و معایب اینترنت رو بگه؟ B. To advise people how to become famous on the internet. توصیه می‌کرد چگونه مردم مشهور بشن در اینترنت. و C. To explain how beginners can start to use internet. آیا به شرح میداد، توضیح میداد که چگونه تازه کارها از اینترنت استفاده کنن؟ میگیم که جواب B هست، به این دلیل که اگر اینجا نگاه بکنید اصلا استارت متن ما و پاراگراف آغازین ما اینه To become famous، برای مشهور شدن. پس جواب ما گزینه B هست. Very good، اینم از پایان صفحه 126. Take care, bye.